بچه هایده تو مبارک دیگه، ویوت هم گرفتی، یوتیوبت هم راه افتاد دیگه. الی خلاق باشی تش پیام رسانی چاوال بپو چاقی این نفع باز نپی چی پا میدم تو گونی به برنت بشی شبیه جیدار، میدم فرو کنن تو تون رفیق صمیمی ها، استانبول هم بودیم تو رو ندینیم داشت. سلام بچه ها، عیدتون کلی مبارک باشه. قضیه از اونجا شروع میشه که حدوداً چند ساعت بعد سال تحویل آلبوم آدرنالین سیناب میاد بیرون. حالا توی ترکی پارسالیب میاد با جیدال و یه سری چهار تا بچه مچه اینور اونور دیس میدن به چی؟ به سپر خلصه و به زدبازی. بعضی جاهاش تیکه به مهراتیدن زدبازی داشت، اما بیشتر تیکه ها و ورسا بیشتر به خلصه میخورد و یه جوری دیس دادن به خلصه. من نمیدونم حالا مثلا نمیشد دو ساعت قبل سال تحویل این دیس ها رو بدین بیرون و تو سال جدید با انرژی خوب شروع کنین به جان که به هم پیام بدین؟ ها نمیشد، ناموسن نمیشد. داشتم میگفتم اعصابم خوب شد، صبح که خواب بلند شدم هلال ماهو دیدم. خب بعنم صبح که خواب بلند شدم دیدم خلصه یه استوری گذاشته خیلی مهربونانه، خندونانه، شاد، خیلی سوسکی داره میخنده، انرژی خوب میده بدون هیچ پیامی. حالا خلاصه دو ساعت بعد اون انرژی خوب، انرژی قشنگ، خلاصه دیسپکشو داد و یه جوری همش نگاش به در بود که خانومش نیاد. واقعا اسیر شده این بدبخت، نمیتونه قشنگ با خیال راحت یه پیام بده. آخه یه پیام رسان چی میخواد جز یک گوشی؟ اما بچه از این آلبوم سیناب یه چیز جالب بخوام بهتون بگم، فیمس هاجی تو این آلبوم حضور داره و یه ترک با سیناب خونده و یه جورایی تو این آلبوم هست دیگه، در کنار رضا پیشرو و رپرهای خیلی خفن فیمس هاجی هم یه ترک داده و این خیلی جالب بود تو آلبوم آدرنالین سیناب. لینک تمام این آلبوم آهنگاش میذارم تو دیسکریپشن، حتما اگه خواستین برین گوش کنید. میگم پول نداری چون ندادم پایم پوتی ستار خواه یاد داده که صف بمونیم بچه. یه نکته جالبی که خیلی واسم جالبه، دوبار گفتم جالبه، آره گفتم، یه نکته جالبی که خیلی واسم جالبه، عجب جمله بندی، درم سرویس تموم شد. خیلی این نکته که خیلی واسم جالبه اینه که خلصه تو هر دیسی که میده به آریا کوکسر هم اشاره میکنه، اما آریا کوکسر و مهدی آیسی از پارسالیب دفاع کرد. خب معلومه داداشش دفاع میکنه دیگه. خلاصه یه جایی به صفه خلصه گفتن دهنتو ببند، دهنتو ببند. دو تا حرف تکراری تو این بیف همیشگی هست، اون همینه که پارسالیب میگه بابا ما یوتیوب رو به شما یاد دادیم، ما کاری کردیم شما به این یوتیوب، یوتیوب رو پدر ما ساخته. حال داری میکنی اقبال ما؟ خلصه هم یه غلط کردید، من پیام میدم بهتون. چه غلط ها؟ تو داشت هیچ غلطی نبودین، ما اومدیم یوتیوب از شما گرفتیم، شما هیچ کاری نمیتونستین بکنین و کلا به داداشش تیکه میندازه، میگه شما دو قلوی افسانه این نو اینا. اما آخرین نکته خیلی واسم جالب بود این بود که خلص بعد اینکه استودیوشو پاک کرد اومد تبلیغ کنسرتشو کرد. یه جورایی میشه گفت استفاده یا سوء استفاده از این حاشیه که به وجود اومده برای فروختن بلیت، یه جورایی ممکن بود این حاشیه خود به وجود آوردنی بوده برای فروختن بلیت تو یه جورایی حاشیه یا اینا، نمیدونم قضاوتش با شما، به نظرتون این حاشیه واقعیه یا ساختگی؟ خلاصه اول سال 1401 با دیس شروع شد، تا آخر سال با دیس تموم میشه، کلی دیس تو راه، کلی پیام های جدید، امیدوارم عشق کنید، حال کنید، لذت ببرید. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste